ده‌ها عملیات ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در تأسیسات استراتژیک ایران. اونایی که پشت این حملات هستن باید اطلاعات دقیق و فهم عمیقی از برنامه هسته‌ای داشته باشن. مسئولان امنیتی ایران از اشراف اطلاعاتی و دستگیری عاملان این رویدادها سخن میگویند. صدها تیم اینها توسط وزارت اطلاعات کشف شده و زیر ذره رفته. مقام‌های پیشین حکومت ایران نگران نفوذ موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل در سیستم امنیتی حکومتند. بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسای اسرائیله، خودش جاسوس اسرائیل اکادر. به اسرائیل می‌روم تا درباره نقش موساد در حمله به تأسیسات استراتژیک ایران تحقیق کنم. ما توانایی‌های اطلاعاتی داریم. می‌تونیم به دنبال کسانی بریم که ما رو تهدید می‌کنن. اگه کسی بگه توانایی ضربه زدن به شهروندان اسرائیل رو داره، او باید متوقف بشه. این داستان جنگ پنهان ایران و اسرائیل است. تهران بهمن 1396. گروهی 20 نفر از مردان ناشناس درهای انباری در منطقه صنعتی شورابات تهران را می شکنند. در عرض کمتر از 7 ساعت قفل 27 گاوصندوق بزرگ را ذوب می کنند. آرشیو هزاران نقشه دست نوشته و سیدی حاوی فیلم برنامه هسته‌ای ایران را می روبایند. سرقت یکی از مهمترین اسناد سری هسته‌ای ایران. اما حکومت درباره این سرقت سکوت می کند. سه ماه بعد در 2000 کیلومتری شورابات اسناد دزدیده شده در اسرائیل به نمایش گذاشته می شوند. From these files clearly shows that Iran planned to design, build and test nuclear weapons. And here's what we got. 55,000 pages. بنیامین نتانیاهو مدعی شد که ماموران موساد در یک عملیات مدارک آرشیو شده برنامه هسته‌ای و نظامی ایران رو از یک انباری در تهران دزدیدن و به اینجا به اسرائیل آوردن. در اون هنگام مقامات ایرانی این ادعا رو دروغ محض خوندن. جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار میذارن. این دفعه دیگه ارجاع شدن به دلغزابات. نمیدونم. حس میذارم یه عده سر کارش گذاشتن. اما امروز چندین مقام پیشین حکومت ایران سرقت اسناد هسته‌ای را تایید میکنند. یه سرقت شده از اسناد به کلی سری هسته‌ای ما. با موفقیت هم کارشون انجام دادن و رفتن. اسنادی که حالا دروغ و راست اسرائیلی‌ها آمدن و بردن و منتشر کردن و بردن پیش ترامپ. That's the only place where you find in the core enriched uranium. چند روز بعد از نمایش اسناد هسته‌ای ایران در اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا از توافق هسته‌ای برجام خارج می‌شود. در چند سال گذشته سازندگان سریال های تلویزیونی در ایران و اسرائیل جنگ ماموران اطلاعاتی دو کشور را به تصویر کشیدند. سریال گاندو که از صدا و سیما پخش می شود داستان موفقیت های سازمان اطلاعات سپاه را به رخ می کشد. به بزرگتران یادآوری کن فکر جاسوسی از این مملکت از سرشون خارج کنن. ما همیشه هستیم. اما در میدان واقعیت چیز دیگری است. ایران میخواد توانایی های ضد جاسوسیش رو بزرگ جلوه بده. اما عملیات موساد در به دست آوردن آرشیو برنامه هسته‌ای یا عملیات سرویس های دیگه ضعف اونا رو نشون میده. موساد چگونه از محل نگهداری آرشیو محرمانه برنامه هسته‌ای ایران مطلع شده؟ چگونه توانسته این اسناد را برو باید؟
برای تحقیق درباره موساد باید به تل‌آویو رفت. تل‌آویو یکی از سکولارترین شهرهای اسرائیل است، جایی که نایت کلاب ها و بارهای آن تا پاسی از نیمه شب باز است و بسیاری شهروندانش بیدار. اما این شهر همچنین مرکز فرماندهی نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل است. سازمان اطلاعات اسرائیل موساد به حدی سری عمل کرده، حتی بسیاری از شهروندان این کشور نمیدونن مقر این سازمان کجاست. خب خیلی ها میگن اینجا در تل‌آویو. در اواخر سال 1395 جاسوسان موساد به تل‌آویو گزارش میدهند که آرشیو برنامه هسته‌ای ایران به انباری در حومه تهران منتقل شده است. یوسی کوهن رئیس وقت موساد بود و فرمانده عملیات. به عنوان رئیس سازمان دو تصمیم بسیار مهم گرفتم. اول، ماموران ما باید مدام جابجایی این اسناد رو زیر نظر داشته باشند. دوم، به اونها گفتم برای انتقال این اسناد به خانه آماده بشن. جاسوسان موساد برای دو سال تمام حرکات نگهبانان و رفت و آمدها را زیر نظر می گیرند. نقشه ساختمان نگهداری گاف صندوق ها را مطالعه می کنند. موساد کپی تمام منطقه رو بازسازی میکنه، خیابونهای اطراف رو و حتی نمونه سگها رو میاره تا ماموران به سگهای اطراف انبار عادت کنن. برای 6 ماه این افراد بارها و بارها و بارها برای این عملیات تمرین میکنن. رون برگمن روزنامه‌نگار اسرائیلی است که تحقیقات وسیعی درباره فعالیت‌های موساد در ایران داشته. گاوصندوق‌ها 2.5 متر ارتفاع داشتند و ساخت شرکتی در تهران بودند. از طریق شرکتی پوششی موساد 2 نمونه گاوصندوق رو از همون کارخونه در تهران خریداری میکنه. اونا رو به اروپا میبرن، از اونجا به اسرائیل منتقل میکنن. ماموران برای پیدا کردن سریع‌ترین راه باز کردن گاوصندوق‌ها تمرین میکنن. یازده بهمن 1396، ساعت 10 شب به وقت تهران، یوسی کوهن به ماموران موساد دستور می‌دهد عملیات سرقت اسناد هسته‌ای ایران در شورابات تهران را شروع کنند. عملیات باید در عرض 7 ساعت تکمیل می‌شد. تنها چند ساعت وقت داشتن. کمی پیش از نیمه شب به انبار می‌رسند و می‌بایست 1 دقیقه پیش از ساعت 5 صبح اونجا را ترک کنند. چون که ساعت 7 صبح شیفت بعدی نگهبانا میان. در انبار 32 گاوصندوق بوده، اما ماموران موساد اطلاع دقیق از محتویات گاوصندوق‌ها داشتند. چندین انبار فرعی و دروغی و تله هم وجود داشته. اسرائیلی‌ها مستقیم سر انبار اصلی میرن. نشون میده که اونها چقدر در بین نیروهای محافظ اون انبار و چقدر در بالا دستی‌هاشون نفوذ داشتن، نفوذی که تونستن به انبار اصلی در بیارن. وقتی که تونستن وارد گاوصندوق‌های بزرگ بشن، تازه به عمق اهمیت اسناد پی بردیم. تصاویر اسناد که به فارسی بود رو زنده دیدیم. چیزی که به دنبالش بودیم رو پیدا کردیم. ما به برنامه سلاح هسته‌ای ایران دست پیدا کردیم. در عرض 6 ساعت و 29 دقیقه قفل 27 گاوصندوق بزرگ را ذوب می‌کنند. هزاران نقشه، دست نوشته و سیدی حاوی فیلم را با خود میبرند. دست یافتن اسرائیل به آرشیو برنامه هسته‌ای ایران یکی از موفق ترین عملیات جاسوسی تاریخ مدرن است. این اسناد ثابت کردند که ایران قصد ساخت سلاح هسته‌ای داشته و این توانایی را حفظ کرده. رهبران حکومت ایران همواره گفتند که این کشور هیچگاه برنامه تولید سلاح هسته‌ای نداشته و ندارد. بمب هسته‌ای طبق حکم اسلام گفتیم تو این راه وارد نمیشیم. ساختنش غلطه چون به کار بردنش حرامه.
مقام های اسرائیلی میگویند ایران را بر اساس عملش قضاوت میکنند نه حرف. رهبر ایران فتوا داده که ایران نباید به دنبال بمب هسته‌ای باشه. به رهبر ایران اعتماد دارید؟ نه. چرا نه؟ چون اگه به دنبال سلاح هسته‌ای نبودن تا این سطح به دنبال غنی‌سازی اورانیوم نمی‌رفتن. اگر بمب هسته‌ای برای ایران خوب نیست، چرا اسرائیل اون رو داره؟ من نگفتم اسرائیل اون رو داره. میگم ایران نباید داشته باشه. در چند دهه گذشته بعضی از رهبران حکومت ایران بارها تهدید کردند که اسرائیل را از صفحه روزگار محو خواهند کرد. که اگر غلطی از آنها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد. ما تجربه هولوکاست رو داریم. هیچ وقت تهدید رژیم‌های ایدئولوژیک یا مذهبی که از نابودی اسرائیل حرف می‌زنن رو نباید دست کم گرفت. مثل صدام حسین نباید بذاریم دشمنانی که از محو اسرائیل دم می‌زنن به سلاح هسته‌ای برسن. پایان ستمکاری از این صفحه دنیاست. ویران شود شهر تل آویو به زودی. از مرده‌ای از نسل باور ندارم که جنگی پنهان یا در سایه بین اسرائیل و ایران در جریان باشه. باور من اینه که جنگی آشکار و نیابتی در منطقه است. تهدیدهای ایران علیه اسرائیل عمدتاً آشکار و از طریق شبه نظامیان مورد حمایت نیروی قدس سپاه در نزدیکی مرزهای اسرائیل بوده است. ارتفاعات تحت کنترل اسرائیل در جولان در مرز سوریه جایی است که نیروهای اسرائیل هدف موشک و راکت شبه نظامیان وابسته به ایران در سوریه و لبنان بودند. اسرائیل هم بارها به مواضع نیروهای وابسته به ایران حمله کرده است. سپاه پاسداران مدل لبنان رو در سوریه دنبال میکنه. منابع مالی و نظامی زیادی رو نزدیکی مرزهای اسرائیل متمرکز کرده. برای درک نقش جاسوسان موساد در پیروزی های ارتش این کشور سر به موزه الی کوهن میزنم. اینجا 54 سال پیش مقر ارتش سوریه در ارتفاعات جولان بود. الی کوهن یکی از جاسوسان موساد بود که خود را سوریه‌ای جا زده بود. الی کوهن به حدی به مقامات نظامی و سیاسی سوریه در اون موقع نزدیک شده بود که مشاور وزیر دفاع سوریه شده بود. اطلاعاتی که الی کوهن به اسرائیل فرستاده بود کمک کرد به ارتش اسرائیل بتونه این منطقه استراتژیک ارتفاعات جولان رو به تصرف خودش در بیاره. به گفته مقام‌های پیشین ایران امروز هم موساد توانسته در حساس‌ترین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران نفوذ کند. نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشند برای جان خودشان. در حقیقت هر رویداد که رخ میده به موساد متصل میشه. در اکثر مواقع هیچ ارتباطی به اسرائیل و موساد نداره. اینا حادثن. اما این خودش اسطوره بودن موساد رو نشون میده و این مهمترین موفقیت موساده. چون که در میان اونایی که موساد دشمن و رقیب محسوب میکنه ترس و وحشت به وجود میاره. این موضوع ساده ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران هست، خودش جاسوس اسرائیل از کار در میاد. این که دیگه خبرش اعلام شد. با افرادی در بندهای امنیتی زندان‌های ایران در تماس بودیم. میگن بسیاری از مأموران نیروهای امنیتی ایران نظامی در زندان هستند، به خصوص از میان فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی قدس.
اونا متهم شدن که برای کشورهای خارجی و به خصوص اسرائیل جاسوسی کردند. این باعث آبروریزی کل نهادهای اطلاعاتی کل نظام است. رضا علیجانی درباره نفوذ سرویس‌های خارجی در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران تحقیق کرده است. نیروهای امنیتی ایران شرح وظایفشون عمدتاً علیه دشمنان داخلیشون هست، علیه منتقدین هست، علیه فعالان حقوق بشری. این نیروها در کشورهای منطقه در اوکراین در روسیه وقتی که میرن دوره ببینن با استفاده از نقطه ضعف‌های اینا که مالی هست، جنسی هست، استفاده از زن هست که از ضعف‌های پرسنلی در واقع بخش سپاهی امنیتی جمهوری اسلامی که اساساً نگاه ملی ندارن. اون باند امنیتی داره تهدید رو جابجا معرفی میکنه. آقای باند امنیتی، نهاد امنیتی، شما باید برید دوربین رو در نتنز کار بذاری که یعنی نیان منفجر کنن بیش از 10 میلیارد دلار خسارت به ملت بزنن. باید برید تو سازمان فضایی بذاری که نیان سقف و سوراخ کنن، اسناد کشور رو ببرن. میبینید چقدر هزینه شنود میشه در کشور؟ شنود مردم عادی، شنود فعالین سیاسی. انفجار مهیب در نزدیکی دانشمندان شهید شهریاری احمدی روشن و حادثه تروریستی در نتنز. باز هم حادثه در تأسیسات نتنز. آنها در دو دهه گذشته چند تن از دانشمندان هسته‌ای ایران ترور شدند. ده‌ها رویداد در مراکز حساس هسته‌ای و موشکی ایران رخ داده است. تنها در مرکز هسته‌ای نتنز 5 انفجار عمده رخ داده است. خرابکاری استفاده از مواد منفجره برای بار اول نیست. در طول حالا من میگم 15 سال گذشته دشمن مدام سعی کرده که این کار رو انجام بده. نتنز منفجر میشه. 4-5 ماه پیش نتنز من رفتم بازدید. بزرگترین مرکز مونتاژ سانترفیوژ ایران بود. کلا نابودش کردن. در میان اسنادی که از آرشیو هسته‌ای ایران در شوراباد روبوده شد، نقش کلیدی محسن فخری‌زاده برای موساد برجسته‌تر می‌شود. اطلاعات ارتش اسرائیل فکر می‌کرد نباید محسن فخری‌زاده رو کشت، چون فکر می‌کردن اون بوروکرات خوبی نبود. اما اسناد روبوده شده از چیز دیگری حکایت داشت. او تحصیل کرده و بوروکرات خوب و منظمی بود. او نه تنها دانش علمی و فیزیک رو میفهمید، همچنین میدونست چگونه برنامه مهم این چنینی رو پنهان مدیریت کنه. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of project Ahmad put it. Remember that name, Fakhrizadeh. آذر ماه سال گذشته، جاده آبسرد در 80 کیلومتری شرق تهران. محسن فخری‌زاده و همسرش از تهران به طرف خانه ویلایش در حرکتند. خودروی محافظان آنان را اسکورت می کند. ناگهان با رگبار گلوله خودروی او متوقف می شود. یک نیسان پارک شده کنار جاده که پر از الوارهای چوبی است منفجر می شود. مردی که نخست وزیر اسرائیل گفته بود اسمش را به خاطر بسپارید. محسن فخری‌زاده has been assassinated after John Miller's fire. نشاب ترور محسن فخری‌زاده، مقام ارشد وزارت دفاع ایران. دبیر شورای امنیت ما میاد یه چیزی میگه، نمیدونم شبکه خبر یه چیز دیگه میگه. این تناقضات رو حالا نمیدونم شما در جریان هستید یا نه، برای ما روشن بکنید. بله، از لحظه اول ببینید که 11 تا پاسدار همراه شهید فخری‌زاده بود به عنوان تیم محافظ. مدارای الکترونیکی هم رو درآوردیم، سیستم ماهواره‌ای که برقرار بود درآوردیم. به صورت آنلاین با ماهواره این کار صورت می‌گرفته. آدم تو صحنه نبود. مقام‌های امنیتی ایران می‌گویند تیربار مجهز به هوش مصنوعی بوده و از طریق ماهواره کنترل می‌شده. دوربین پیشرفته ی تیربار روی چهره محسن فخری‌زاده زوم کرده و تنها او را هدف می‌گیرد. حملات بسیار دقیق اکثراً علیه اهداف متحرک در شهرهای بزرگ ایران و بدون تلفات غیر نظامی بوده است. این از توانایی بسیار بالا و فهم عمیق از محیط حکایت می‌کند.
وزارت اطلاع دو ماه قبل گفته تو این نقاط دشمن داره کار جمع‌آوری انجام میده. 5 روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخری زاده رو در این نقطه دارد. چون شهید فخری زاده جزء نیروهای مسلح بود، اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروهای مسلح بود و ما نمیتونیم توضیح نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم. این نشون میده که چقدر اسرائیلی‌ها نفوذ دارن به ویژه در بخش سپاه و اطلاعات سپاه، که تونستن حتی این اطلاعات رو خونسا بکنن و از طور اطلاع قبلی عبور بکنن و سر به زنگا این ضربه رو بزنن. وزارت اطلاعات در بیانیه ای از کشف با تلاش سربازان گمنام امام زمان در ترور دانشمندان شهید پیچیده اطلاعاتی رضا کریمی نام دارد که قبل از حادثه به خارج از کشور گریخته است. بعد که انفجار میشه یا ترور میشه میبرن شروع میکنن به حرف زدن. بعدش چی میگن؟ میگن بله رسیدگی کردیم، خیلی زود کشف کردیم. بعد یه اسم مجهول یا شخص مجهول هویت رو معرفی میکنن، میگن این مسئولش بود، از کشورم خارج شده. رئیس وقت موساد در هنگام ترور محسن فخری زاده مدعی است ماموران او برای سالها از لحاظ فیزیکی به آقای فخری زاده نزدیک بودند. میتونم با اطمینان بگم که محسن فخری زاده از لحاظ سطح علمی و دانش او از برنامه سلاح هسته‌ای ایران برای سالها یکی از مهمترین اهداف بود. یاسی کوهن 4 ماه پیش در مصاحبه ای گفت موساد به دانشمندان هسته‌ای ایران پیغام داده که برای امنیت خودشان شغلشان را تغییر دهند. اگه کسی بگه توانایی ضربه زدن به شهروندان اسرائیل رو داره، او باید متوقف بشه، نباید وجود داشته باشه. از مصاحبه اخیر یاسی کوهن چنین برداشت می شود که موساد احتمالاً پشت بسیاری از ترورها و خرابکاری در تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران بوده است. بسیاری از اسرائیلی‌ها با حرف زدن او درباره عملیات موساد مخالفند. I'm against any publicity. If you want to shoot, shoot. Don't talk. من مخالف هر گونه تبلیغم. اگه قرار شلیک کنی شلیک کن، حرف نزن. چون تحقیر دشمن نه تنها ضرورتی نداره بلکه مضره. حرف زدن خلاف DNA موساده. موساد سابقه طراحی و اجرای عملیات عالی داره. مسئولیت هم قبول نمی کنه. مخفیانه و بدون تبلیغ. چیزی که ما در 5 سال گذشته دیدیم یک سری عملیات موفق در ایران بوده. بعضی از اونا منتشر شدن و بعضی دیگه نه. سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران این اطلاعات رو آشکار نمی کنن، چون که براشون تحقیر کننده است. هیچ یک از مقامات اسرائیلی، حتی روزنامه‌نگاران با نفوذ، حاضر نیستند درباره چگونگی ترور محسن فخری زاده صحبت کنند. علاقه ای ندارم به سوالات درباره قتل محسن فخری زاده جواب بدم. مشخصه که نمیتونم درباره این اقدامات حرف بزنم. اسرائیل برای حفاظت از خودش کاری که لازم باشه رو انجام میده. از روش‌های مختلف استفاده میکنه. در چند سال گذشته سرویس‌های اطلاعاتی ایران هم توانستن افرادی را در اسرائیل جذب کنند. 3 سال پیش گونن سگوف که در سال‌های 1995 تا 96 وزیر انرژی و امور زیربنایی اسرائیل بود، به 11 سال حبس محکوم شد. او متهم شده که چند بار به تهران سفر کرده و برای ایران جاسوسی می‌کرده است. جنگ در قرن 21 دیگه جنگ با تانک‌های بزرگ و لشکرکشی به میدان نبرد نیست. جنگ اینه. ایران و اسرائیل درگیر جنگی شدید برای تسلط و نفوذ در منطقه هستند. دفعه قبل یه میز خیلی سنگین ما رو که خرید خارج بود و توی اون مواد منفجره کار گذاشته بودن، اون میز رو منفجر کردن و تجهیزاتی که در اون ساختمان بود از بین بردن.
علامت‌هایی که به ما میده روزهای ایدئولوژیک رو انتخاب میکنه، مثل روز قدس، روز 15 شعبان. اگه شما یکی از رهبران تصمیم گیرنده ایران باشید، باید نگران باشید که آیا دولت شما توانایی حفظ مسئله محرمانه رو داره؟ آیا میتونه امنیت چیزی رو تامین بکنه؟ یاسی کوهن هدف اسرائیل از ربودن و به نمایش گذاشتن اسناد هسته‌ای ایران را هشداری به رهبران این کشور میداند. اول از همه برای ما مهم بود جهانیان از فعالیت‌های ایران آگاه بشن. همچنین مهم بود که رهبران ایران پیام ما رو بشنوند. که دوستان، اولا توان نفوذ رو داریم. دوم، شما رو زیر نظر داریم. سوم اینکه دوران مخفی کاری و دروغ گفتن به جهان تمام شد. این روزها جنگ پنهان ایران و اسرائیل دیگر پنهان نیست. اسرائیلی ها می گویند برای بقای خود از هر وسیله‌ای برای جلوگیری از دسترسی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای استفاده خواهند کرد. برای ایران جنگی ایدئولوژیک است و مسافی برای برتری در منطقه. رهبران حکومت ایران میگویند لازمه تشکیل کشور فلسطین محو کامل اسرائیل در خاورمیانه است.